Нам это уволили. Студу я что сейчас то панч. Это они рыбы с вахарти. Сейчас шару хаждати еще дам. Дам иначе. بإدعام المحاربة تو داري لها الانقلاب الإسلامي بحكم الإعدام محكوم شو دام و داري مدة 4 سال شرنجاية روحي وجسمي زيادي إيدم الآن حماكم لم ترزينا نقذ الحصار استم ما ده نفرو هو ده نين زندان الشيش نفرو اعدام كلن الان الان هم شار نفر بيقول هست انجا هستيم همي مسلمانان والسالمان هاي حقوق بشري خايش منم كي پرون پرون نرو پيجيري هونن كي ان شار نفرم بيقول اعدام نشن جهنم جمشي دخاني تولد 1664 ساكن شهر سنندج در سال 88 توسط نیروهای اطلاعات ایران دستگیر شدم من بیرون شغلم راننده تاکسی بود در حال مسافرکشی بودم که بعد 9 صبح در حالی که مسافرکشی میکردم پژو سبز رنگ با چند نفر لباس شخصی اسلحه به دست جلوی دانشگاه کردستان جلوی منو گرفتن و با اسلحه به طرف من و مسافرها گرفتن و منو تهدید کردن گفتن وایسا منم وایسا دادم و چند نفر لباس شخصی منو به زور پیاده کردن و همونجا دستان بهم زدن و سرمو داخل ماش خود رو پژو کردن و سر مدیر استنبلی ها و چشمان به هم زدن و منو سوار خود رو کردن و در همونجا با مشت لگت داخل خود رو به جونم افتاد همونجا سرمو شکستن بعد از حدود 5 دقیقه بعد از حدود 5 دقیقه منو داخل یک ساختمان بردن من چشم بسته بود هیچ جای ایرانی میدیدم بعد از حدود 5 دقیقه منو داخل یه ساختمان بردن داخل یه ساختمان بردن و در اونجا حدود 10-15 نفر دوربر ما رو گرفتن اونجا با مشت و لگت هم دوباره به جونم افتاد و همونجا بینی مو شکستم گفتم من چیکار کردم هیچ جوابی من ندادن فقط گفتن خفه شو بگیرسون یه عوضی بعد از مدتی منو داخل یک اتاق بردم به اسم اتاق باجویی اونجا یک نفر به اسم باجو اومد و گفت تو باید چند تبری برات میاریم باید امضا کنی گفتم من هیچ کاری نکردم واسه چی منو دستگیر کردی دوباره همونجا باموش لگت به جونم افتاد گفت خفه شو هیچ کار توی حق حل زدن هیچی نداری فقط ما چند تا برگه هست باید امضا کنی من گفتم اونا رو امضا نمی کنم دوباره همونجا باموش لگت به جونم افتاد و گفت اگه این امضا نکنی این برگه که ما میگیم امضا نکنی همینجا سرنیست می کنی می کشیم هیچ کسی ازت خبر نداره نه خانوادت خبر داره نه کسی میدونه که ما فرو دستی کردیم جنازه تو میدازیم داخل خاک هیچ کسی هم نمیفهمه بعد از خیلی از تهدید و شکنجه ها منم به زور از این که ترس از ترس جونم اینه که به من کاری نداشته باشن با چشمند کسی رو نمیدیدم هیچ جایی رو نمیدیدم با چشمند چند تا برگه آوردن منم به زور امضا کردم و بعد منو داخل سلول انداختم اونجا خیلی فریاد زدم گفتم منو واسه چی دستگیر کردی من هیچ کاری نکردم منو واسه چی این جواب آوردی هیچ کسی به من جواب نداد
هرچی دان زدم، هرچی فریاد زدم، اونا می آمدم، منو می زدم، تهدید می کردم. هیچ کسی به من جواب نداد. حدودی گفتن، گفتن این برگایی که تو امضا کردی بعد از یک سال تو را آزاد میکنی، به مراحتی هیچی نباش. بعد از حدود یک سال اونجا که تحت شکنجه و آزارهای شکنجه روح و روانی و جسمی بودم، بعد از حدود یک سال من از اطلاعات بیرون آوردم و چشمند و پابند سوار یک خود روی زمان کردند و سرم زیر صندلی بود و یک نفر دیگه که نمیشناختمش. بعد از حدود یک ساعت منو به اطلاعات همدان بودن. من اونجا هیچ نمیفهمیدم که اطلاعات همدانه، فقط خود نگهبان اونجا گفت اینجا که همدانه. بعد از حدود یک ساعت منو که یک ساعت اطلاعات سرندج بودم، منو انتقال کردم به اطلاعات همدان. در اونجا در اطلاعات همدانم دوباره منو داخل سلول انداختن. بعد از یک سال دوباره که از اطلاعات سندج بیرون اومدم، منو دوباره انداختن تو سلول در اطلاعات همدان. تو اطلاعات همدانم با 5 نفر اونجا آشنا شدم به اسم جهانگیر دهخانی که خود برادرم اونجا بود، به اسم یکیش به اسم بهنام رحیمی، یکیش به اسم بهرام احمدی، محمد ظاهر بهمنی داخل سلول بود. از اونا پرسیدم جریان شما چیه؟ اونا همینطوری مثل من اونا رو گرفته بودن و با تهدید و شکنجه چند برگ از اونا رو بیم اونا امضا کردم و اونا با من تو اطلاعات همدان بودن. بعد از گذشت حدود 6 ماه که در سختترین شرایط اونجا زندگی میکردیم، در شرایط سخت این شرایط اونجا زندگی میکردیم، ما را انتقال کردن به اطلاعات امین بخش 209. در اونجا حدود 5 ماه اونجا بودیم. من اونجا خود اطلاعات تو امین اومد گفت ما را به شما را دادگاه میبرید. همین های هرچی که ما بهتون میگیم تو دادگاه میگیم، همون باید که تو برگه امضا کردی باید تو دادگاه بگی. اگر تو دادگاه غیر از اینا چیزی بگی، دوباره همینجا می آوریم و اینجا می زنیم و اینجا شکنجه تونوی همینجا می زنیم و هیچ کسی ازتون خبر نداره. بعد از حدود 8 ماه که تو اطلاعات امین بودی، ما را تو به یک دادگاه سوری که اصلا نه حقی وکیل گرفتن داشتیم، نه کسی بود که از ما دفاع کنه به اسم وکیل، دادیا رفتیم. من تو دادیا گفتم من هیچ کاری نکردم. گفت خفه شو، سونی خبیر دگه سونی. همونجا خود دادیایی به اهل سنت توهین میگن که گفت دگه سونی، سونی خبیر. گفت چطوری هیچ کاری نکردی؟ این برگاه چی امضا کردی؟ گفتم من هیچ کاری نکردم، این برگاه با چشمند منو امضا کردن، منو به زور این برگاه بهم امضا کردن. گفت تو دروغ میگی، این برگه تو امضا کردی. من گفتم اینا رو با زور امضا کردم، هیچ کاری هم نکردم. اونا تو 10 دقیقه ما را 10 نفر دادگاهی کردن، اصلا به ما حرف ما اصلا توجیه نکردن. گفتم من باید یه وکیل بیاد. گو تو دادگاه میگفتم وکیل از تو دفاع میکنه که از من دفاع نمیکنه، این حرف رو به ما میزدن. یعنی تو 10 دقیقه 10 نفر رو دادگاهی کردن و ما را برگردنن تو سلول. تو سلول گفتن انتخاب وسایلات رو جمع کنیم، ما انتخاب کردن به زندان رجای شهر. وقتی که ما داخلی خودروی وان کردن، همونجا با مشت و لگد و فحش و ناسده، یکی از بچه ها اونجا که من خودم میشنیدم، چشمن رو چشم بود ولی میشنیدم که پدرش مرده بود، به پدرش فحش میدادن. اسم اسخای رحمی، پدرش فوت کرده بود و همون شلگت به جون ما افتادن و در اونجا به پدر اون فحش میدادن. میدونستن که پدرش فوت کرده و مشت و لگد و فحش و نازده ما را پیاده کردن و ما را به زندان رجای شهر انتقال کردن. در زندان رجای شهر ما را تختیم کردن و به سختترین اندرزگاه، یعنی بدترین اندرزگاه، اندرزگاه یک که اون موقع اندرزگاه تبعیدی بود که هر کسی شرارتی بود، هر کسی که
قتلی بود اونجا انتقال میکردن و هر کسی که داخل زندان یه جرمی میکرد، هر کسی که هر عناصر اوباشی رو اونجا جمع کرده بودن و پنج نفر دیگه ما رو داخل متدنیه دادن، یعنی کسانی که اونجا مواد میکشن، یعنی خودش خود زندان به اونم متعدون میده. پنج نفرمون انتقال کردن به اندرگاه پنج که متعدونیا بود اون موقع و پنج نفرمون هم انتقال کردن به اندرگاه یک که اون موقع طبیعیه و جای شهر بود و اونجا در سخت ترین شرایط ما زندگی میکردیم. هیچ کسی اونجا فکر نمی کنه که ما تو چه شرایطی ما اونجا زندگی کردیم. داخل روی زمین میخوابیدیم، داخل کسانی زندگی میکردیم که کارشون فقط فخش و ناسزا به خدا و رسولش به همدیگر بود و چاقوکشی و قمکشی و اینا بود. بعد از حدود یک سال و نیم که تو رجای شهر به این شرایط زندگی کردیم، در تاریخ 11/23/91 ما را انتقال کردن به زندان قزل حصار. ده نفرمون انتقال کردن به زندان قزل حصار در تاریخ 11/8/91 ما را انتقال کردن به زندان قزل حصار 23/8/91 ما را انتقال کردن به زندان قزل حصار و در تاریخ 7/10/91 شیش نفر از ما را که همشون حافظ قرآن بودن، همشون بیگناه بودن، تنها جرمشون اینی که اهل سنت بودن، تنها جرمشون اینی که کرد بودن، تنها جرمشون اینی که اقلیت بودن در داخل ایران، تنها جرم اینی کسی که فقط برای اهل سنت تبلیغ کرده بود، تنها جرمشون این بود که قرآن میخوندن، تنها جرمشون این بود که کرد بودن. شش نفر از ما رو که حتی بدون این که یک تماس با خانواده داشته باشن، بدون این که خبر داشته باشی، در خفا و در داخل زندان مواد که اینجا حدود 40,000 نفر جمعیت داره این زندان، یک نفر سیاسی اینجا پیدا نمیشه. شش نفر از ما را بیگناه در خفا بدون اینکه کسی خبر داشته باشه شش نفر از ما را اعدام کردن و الان چند نفر ما حدود 7 ماهی که در زندان قزل حصار در سختترین شرایط زندگی میکنیم، در داخل زندانیان مواد زندگی میکنیم که اینا همشون جرمشون مواد معتادن. اینا داخل کسانی زندگی میکنیم که اصلا نه خدا را میشناسن، نه قرآن را میشناسن، نه در سختترین شرایط زندگی میکنیم. یعنی نه اینجا غذایی هست که ما بخوریم، یعنی غذا آوردن داخلش موش بوده، داخلش شپش بوده، داخلش کفش بوده. در این شرایط ما زندگی میکنیم، یعنی سختترین شرایط در حالی که در زندان مواد که ما تنها جرممون اینه که برای اهل سنت تبلیغ کردیم، برای گفتیم این راه قرآنه، این راه دینه، تنها جرم اینه که کرد هستیم در داخل ایران. ما را دستگی کردن، ما را حدود 7 ماهی که تو زندان قزل حصار هستی. من جمشید خانی در خانوادی زندگی میکنم که خانوادم یه پدر و مادر پیری دارم. الان برادرم هم حدود با برادرم در یک تاریخ دستگی شدی. من و برادرم حدود 4 سال الان 4 سال در زندان مثل میبریم. هیچ کاری هم نکردیم. دو تا برادر بیگناه ما خوب به اعدام دادن. هیچ کسی هم پیگیر کار ما نیست. اصلا تو زندان تو ایران هیچ وکیلی رو پرونده ما حق نداره بیاد. یعنی تو دادگاه هیچ وکیلی حق گرفتن پرونده ما را نداره. یعنی نمیزنن هیچ وکیلی رو پرونده ما بیاد. الان از تمام سازمان های حقوق بشر، از تمام برادران اهل سنت که در هر جایی این کره خاکی زندگی میکنن تقاضامندم که به داد ما برسن. الان حدود 4 سال بیگناه داخل زندان هستیم، حکم اعدام دادن، اینجا ما را نگه داشتن برای اجرای حکم، بیگناه بدون اینکه کاری کرده باشیم، بدون اینکه کوچکترین کاری کرده باشیم، ما را 4 سال زندگی زندانی کردن و در سختترین شرایط هم نگهداری کردن.
از تمام جوامع بین الملل، از تمام سازمانهای حقوق بشر، از تمام برادران اهل سنت که در جای ایران زندگی میکنند، در جای کره خاکی زندگی میکنند، بخاطر همدان به فریاد ما برسند، به داد ما برسند، نزارن ما 6 نفر از ما را بیگناه خونشون ریختن، نزارید این بقیه ما را، این 4 نفر، این 6 نفر دیگه بیگناه خون ما را بریزن. تقاضا من دارم رو پرونده ما زوم کنن، پرونده ما را بررسی کنن. اگه ما کاری کردیم تو دادگاه علنی چرا ما را دادگاهی نمی کنن؟ چرا اگر ما کاری کرده باشیم چرا نمیان تو دادگاه علنی که مردم هم حضور داشته باشه که بیان اینا این کارو کردن، تو دادگاه علنی ما را دادگاهی کنن. تو 10 دقیقه ما را دادگاهی کردن، هیچ کسی هم خبر نداره که ما واسه چی اینجا هستیم. الان این تصویر ما اگر رو آنتن بره، احتمال ما را که سترونیست کنند، احتمال این که ما را اعدام کنند، احتمال این که ما را به سلول انتقال کنند، احتمال هر کاریات که اینجا اینا هر بلایی که میخوان سر ما بیارن. از شما تقاضا مندم، از تمام برادران سنت، از تمام جامعه حق سازمانهای حقوق بشر که ندارن بیگناه خون ما ریخته بشه. و آخر دعوانا الحمدلله. بسم الله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله. من كمال الملعية السم فرزند أحمد، متولد سنة 1363 كده شهر سنة سنندج، بدنيا ومدامه شغلة ميكانيك بود وده شهر سنندج مشغول بكار بودم كي بخاطر دين ومذهبم منو در سال 1388 به دست نیروهای اطلاعاتی ایران دستگیر کردن و منو به اطلاعات بردن. اونجا منو زیر شکنجه و آزار اذیت قرار دادن و گفتن که تو با یک گروه از گروه های سلفی به نام سلفی همکاری داشتی و نمیدونم گفتن به کجا حمله کردی. من هم هرچی قسم خوردم و بهشون گفتم که من این کار رو نکردم و من به هیچ گروهی نبودم، باور نکردن و منو شکنجه دادن و گفتن اذیتت میکنیم و سربنیزت میکنیم و خانوادتو میاریم اذیت میکنیم، باید ما هرچی بگیم تو قبول کنی و پشت دوربین بگی که من این کار رو کردم، هر نامه ای که واسط میاریم امضا بکنی. منم از طرز اینکه به خانوادم اذیت نکنن و شکنجه مو زیادتر نکنن، یعنی بیشتر شکنجه مو نکنن، گفتم باشه قبول کردم. و بعد تقریبا نزدیک 9 ماه منو تو سنندج تو سلول انفرادی نگه داشتن و بعد اون 6 ماه منو آوردن همدان و 10 نفر از دوستام که کلا 10 نفر شدیم همه منو آوردن همدان. 6 ماه اونجا موندیم، اونجا تو سویت و دربسته بودیم، زیر آزار و اذیت و شکنجه روحی قرار داشتیم. بعد اون ما رو آوردن انتقال کردن به زندان اوین تهران که 6 ماه هم بعدم اونجا بودیم با همین روال، زیر شکنجه روحی روال. بعد اون دیگه یکم اعتراض کردیم، گفتیم بابا شما به ما گفتید اینا رو قبول کنید بعد 1-2 سال آزادتون میکنیم، میدونید شما هر میستید، میدونی شما به هیچ کاری دست ندادید، ولی اینا رو قبول کنید، پیش قاضی بگید، وقتی میبرنتون دادگاه پیش قاضی بگید که ما این کار رو کردیم. و قاضی هم آدم خودمونه، فقط کافی اونجا جلوی دوربین جلوی قاضی اینجوری بگید، چون ما کسی رو نتونستیم بگیریم، باید جواب رهبری و نیروهای اطلاعاتی ایران رو بدیم. به خاطر این شما باید بگید که ما بودیم و دیگه من پرونده رو ببندیم. من به خاطر اینکه اونا به امون اینجوری قول دادن گفتم که آزادتون میکنیم بعد 1-2 سال، وگرنه اگر اینو نگی سربنیزیتون میکنیم، ما قبول کردیم. اینو جلوی قاضی گفتیم، گفتیم ما مثلا بودیم اسلحه داشتیم. بعد اون 6 ماه که تو اوین تهران بودیم ما رو دادگاهی کردن، حکم اعدام رو به اون دادن، حکم اعدام رو به اون دادن و
ما وقتی اعتراض کردیم گفتیم چرا اینجوری، چرا حکم اعدام ما کرد، گفتیم کاری نکردیم، گفتن این حکم وحشته، کسی اعدام نمیکنه فقط به خاطر حقوق بشر و نمیدونم کشورهای دیگه است که شما باید اینجوری حکم اعدام بخورید. ما باور کردیم، خانواده همون اطلاع دادیم، گفتیم جریان اینجوریه، اونم گفتن به من به همون گفتن که حکم وحشت نترسید. بعد اولا رجایشه تقریبا یک سال و نیمی اونجا بودیم تو رجایشه، بین ارازل و اوباش و محتاد و دوز و از اینجور سابقه که برای پیش سیاسی اصلا نبودن، پیش کسی که حکم چیز داده بودن نبودن. من اونجا تقریبا یه سال و نیمی گذاشتن. بعد این 10 نفر رو تقریبا 7 ماه پیش آوردن به زندان قزلقصر، نمیدونستیم به خاطر چی هم آوردن، هر چی سوال میکردیم جواب دقیقی به من نمیداد. بعد تقریبا 50 روزی گذشت که جدا مکردن و هر کدوم منو انداختن توی سلول. یکی 2 روز تو سلول بودیم که بعد 2 روز وقتی دم زدیم به خونه متوجه شدیم که 6 تا از برادرامون اعدام کرد. ما هم اصلا هیچ از هیچی خبر نداشتیم، یعنی قرار نبود اعدام بشه، چون اینا اینجوری به ما گفته بودن، گفته بودن هیچ حکم اجرا نمیشه، اینا خوف وحشته. الا 6 نفرمون اعدام کردن، 4 نفرمون موندیم از این 10 نفر. بعد یکی 2 ماه 2 تا دیگه از برادرامونو از رجای شهر آوردن پیشمون. الان 6 نفر تو زندان رجای شهر است و زیر حکم قرار گرفتیم. از تمامی حقوق بشر و مسلمان های دیگه تقاضا داریم، اول ما امیدمون به خدا است، بعد امیدمون به مسلمان ها و برادرای دینی و مذهبی مونه که دنبال کارمونو بگیرن و نظر اینجوری بیگناه اعداممون کنن، چون واقعا ما هیچ کاری نکردیم، هیچ گناهی مرتکب نشدیم. اینا اینجوری به ما تهمت زدن و گفتن شما حکم محاربه به ما زدن، گفتن شما به نیروهای ایران حمله کردی، در حالی که من نه اسلحه داشتم هیچ وقت، نه به کسی حمله کردم، نه کسی رو کشتم، نه با گروهی ارتباط داشتم. پیش قاضی این بار دوم که رفتم گفتم چرا حکم اعدام منو دادی، من واقعیتش اینجوریه که نه اسلحه داشتم، نه تیر شلیک کردم، نه کسی رو کشتم، نه کسی رو میشناسم. گفتم اصلا یک نفر رو بیارید شما، یک شاهد رو بیارید که شهادت بده که من اصلا اسلحه دیده دست من، فیلمی از من داشته باشه، گروهی سر من چیز بکنه، اقرار بکنه که مثلا تو این یک نفر بوده تو این گروه. هیچ کسی نیست، هیچ شاهدی نداره. قاضی برگشته به من میگه شما همه تو سنی هستی، هیچ حقی تو ایران ندارید، هر کاری هم بخوایم انجام میدیم، ما حکومت دست خودمون. بعد تهمت به تمام اهل سنت میزنن، فحش و ناسزا میگن، خلفای راشدین، امام عمر، امام علی، امام عثمان، امام ابو بكر، به ام المؤمنین عائشه رضی الله عنه به اینا فحش و ناسزا میدن، بهمون توهین میکنن تو زندان، ما رو اینجا گذاشتن حبس کردن نمیذارن، مثل زندانی های دیگه حق و حقوقی نداریم. زندانی های دیگه مثلا بعضی حق و حقوق دارن که میرن بیرون، میرن این ور و اون ور، ولی ما رو حبس کردن زیر نظر شدید اطلاعاتی. واقعا انشاءالله بهمون خدا بهمون صبر بده، و از مسلمان های و برادر و مسلمان های تمام دنیا این درخواست رو دارم که واسه من دعا کنن انشاءالله که خدا بهمون صبر بده. و شکر خدا ما درست عذاب اذیت شدیم، زیر شکنجه بودیم، ولی همیشه خدا بهمون عزت داده، هیچ وقتی زیر بار ظلم و کفر اینا نرفتیم، همیشه سربلند بودیم، چون انسان مسلمان همیشه سربلند. انشاءالله از تمامی مسلمانای دنیا
خاص انا مقسم دعاء کنن و پیگیری کارمون رو بکنن از خداوند متعال میخوام که همه به همون سبب انشاءالله. السلام علیکم و رحمت. وآله وصحبه ومن والاه. فعاز السلام من جانب حامد أحمدي فرزند حبيب الله تولد 1360 متأهل ترايك فلا كمن رد التاريخ 8/5/88 بدليل رفض عمد بمسجد وتبليغ عقيدة للسنة تسكير كردن كدر همان موقع من ربه بإطلاعات السنندج تغلده که در موقع دستگیری من اون که گرفته بودن در اولین ساعت دستگیری من را لخت کرده و دو سه نفر از نیروهای اطلاعات با مسخره و تحقیر کردن منو مورد اذیت و آزار روحی و روانی و جسمی قرار داد و بعد از چند ساعتی که من مورد اذیت و آزار قرار دادن منو به یه زیر زمین بردن و من صدا بلند کردم گفتم منو به چه دلیلی گرفتی؟ چرا من اذیت میکنی؟ چیکار کردم؟ گفتن تو هیچ کاری نکردی، فقط ما میخوایم یه جریانی هست که این جریان به خواب بینه. یه سری رو گرفتیم، بعد از مدتی ازد ما از تو یه درخواست داریم. گفتم چه درخواستی؟ تو بیا واسه چهار برگه ما هرچی میگیم تو اینو بنویس و ما رو امضا کن. منم دست اعتراض دادم، گفتم وقتی کاری نکردم چرا برگه امضا کنم؟ چه چیزی رو بنویسم؟ گفتن نه، باید بکنی، اگر نکنی تو رو سرونیست میکنیم، خونوادت رو اذیت میکنیم، برادرات رو اینجا میاریم، زنت رو میاریم، بچه من روز به دنیا نیومده بود، این کار رو میکنیم، اون کار رو میکنیم. خلاصه دست به تهدید زد و به شدت منو مورد شکنجه روحی و روانی و جسمی قرار داد، به طوری که منو مجبور کردن که به چیزهایی که نکرده بودم اعتراف کنم و چیزهایی که اینها میگفتن من بنویسم و ما رو امضا کنم. و بعد از آن منو داخل یک کپسولی قرار دادن. در تکسلولی 70 روز موندم. در این 70 روز که تکسلولی بودم هر شب 2 بار 3 بار با صدای بلند منو بیدار میکردن و مورد شکنجه روحی و روانی شریک قرار میدادن، تا اینکه بعد از 70 روز منو در داخل یک اتاق دیگه انداختن که 3-4 نفر از بچه های همشهری اونجا بودن که هیچ کدام از اینا رو من نمیشناختم قبلا و بیرون با هیچ کدام از اینا من هیچ ارتباطی نداشتم. به اسم آقای کیوان کریمی، جمشید دهقانی، جهانگیر دهقانی، کاوه ویسی، معروف ما مستخر. بعد از اینکه با اون آشنا شدم و سلام قدم کردم پرسیدم که شما جمعتون چی و چرا اینجا این، فهمیدم که اینها مثل من گرفتار شدن و با زور اعترافاتی از اینها گرفته شد. و بعد از 6 ماه که اطلاعات بودیم به ما یه ملاقات 10 دقیقه دادن و ما رو نشون خونواده همون دادن که اینها نمردن و هنوز زندن و هنوز زنده. و بعد از این که ملاقات کردیم با خانواده همون، به خانواده همون و وعد داده بودن که حکم اینا چیزی نیست، حدود 1 سال تا 3 سال، ما فقط نمیخواهم اینا پرونده سازی بشه و به زندان برن، زندان برن. و بعد از این که پخش شد، حتی داخل شهر پخش شد به حکم اینا 1 سال تا 3 سال. و بعد ما فهمیدیم که نه، اینا همه دسیسه بودیم و من در برج توازه 88 یک دوحه دست به احساق آزه بودم و به مدت 13 روز احساق آزه بودم و من اعتصابم را نمی شکستم. من بگفتم باید حق من تکلیفم روشن بشه و اینجا نمونم و ببینم به چه جور من توی اطلاع میره که منو مجبور کردن و تهدید کردن که اعتصاب در نشکنی زن و بچه 4 ماه رو میاریم اینجا. منم از ترس این که به خون آدم ضربه نزنم یا به خون آدم و اذیت نکنن گفتم باشه. به اتفاق مشکستم که در برج 1/31/89 من به 9 نفر دیگر رو به اطلاعات همدان انتقال دادم بدون اینکه بفهمیم برای چی. و وقتی به اطلاعات همدان رفتیم دوباره شکنجه روحی روانی ما به شدت بیشتری شروع شد و ادامه یافت، به طوری که ما اصلا ملاقات نداشتیم، ما تلفن خوب نداشتیم. 20 روز 25 روزی و 2 سه دقیقه تلفن داشتیم که با خانواده‌مون بگیم زنده ایم و در و بعد این 6 ماه ما رو اونجا نگه داشتن و داخل یک اتاق کوچیک ما رو قرار داده بودن که به زور می‌خوابیدیم. من و آقای کمال مولای هوشیار محمدی، اصغر رحیمی و کیوان سند کریمی
در یک اتاق بودیم که هیچ کدوم هم دیگر رو نمیشناختیم، ولی در یک پرونده قرار گرفته بودیم. و بعد از اون، بعد از 6 ماه در 23/7/89 ما رو انتقال کردن به زندان اوین 209 اوین، که اونجا مگه کسی 209 اوین باشه میدونی که شرایطی اونجا چطوره، اطلاعات و تو شرایط سخت روانی به سر میبره. و بعد از 19 ماه که ما اطلاع بودیم تیه ادرادایی که کردیم ما رو به دادگاه بردیم و در یک دادگاه فرمالیته پیش در شعبه 23 دادگاه انقلاب پیش آخون محمد مایسی ما رو دادگاهی کردن در 10 دقیقه. ما رو دادگاهی کردن در این 10 دقیقه 10 نفر دادگاهی شدیم و به اعدام محکوم شدیم. و هرچی صدا بلند کردیم من گناه همون چی چرا تو این دادگاهی میگفت، گفتیم تو رو خدا بابا، نعوذ بالله من خودم خودم، شما سنیه سگ بری بیرون از اینجا، همه تونو اعدام میکنم، من تونو میکشم. و این حرف ما رو بیرون آوردیم. و بعد از اونجا ما تونستیم یک ملاقات با خانواده مون 10 دقیقه دوباره تو این داشته باشیم. و بعد ما رو انتقال کردن به رجای شهر و اونجا هم تو رجای شهر وقتی رسیدیم توسط نیروهای یگان میشه و نیروهای حفاظت اونجا ما رو مورد لقت و از کنم فوش و ناسزا شروع کردن و ما رو میزد. ما که دست به اعتراض دادیم که دوچه از خرایم بلند گفت پدر من فوت کرده چرا فوش میدی؟ من مذهبیم. رئیس زندان گفت دستور از مقامات قضایی از آقای مسلحی رئیس اطلاعات که شما رو مورد شکنجه و عزیز وزر قرار. و بعد یکی از اون رئیس حفاظت شما صدا کرد گفت ریش اینا رو بتراشید و بدید داخل اندرزگاه عروس زندان شما. و ما رو توس کردن تو اندرزگاه که 4 تا منو بس داخل متدونیه که کثیف ترین اندرزگاه شده 6 به تبعیدگاه اون زندان انتقال ندید. و ما در شرایط سختی داشتیم زندگی میکردیم، به طوری که حتی غذا میخوردیم پیش پیش از لباسمون بیافت بالا، به طور زجرآوری ما رو زجر میکردن. و وقتی من رفتم پیش رئیس اندرزگاه 5 آقای جاروی دست به اعتراض دادم که ما چرا اینجاییم، چرا ما نمیبینیم اینجا دیگه، گفت دستور دارن شما رو ایدیزی کنیم، شما رو محتاط کنیم، شما رو هپاتیتی کنیم، این دستوری که از بالا اومده ما نمیتونیم هیچ کاری کنیم. بعد از اعتراض بعدا خداوند ما رحم کرد و عزتی خدا به ما داد، بخاطر اینکه ما کوتاه نمیومدیم از عقیده مبارکمون خداوند متعال به ما راه آسانی و اول فإنما على العسر يسرا، إنما على العسر يسرا تكار من ومد ودوان دوتي راحة تيا ودو تورة تعيشات وعيس يدي البراغات في سهر الجن شد. بعد الاعتراضات يجي كردم احتسابات يجي كردم توينات يجي بيمو شد. بعد در 23/8/91 ما رو انتهار كرم زندان قزل احسان 10 نفر ما رو وقتي ما اومدي منجا ما رو بيسن انتقال بسننده جاوه بوده اهوردن انجا گفتن آقا زیاد اینجا نمیمونی. و ما دست به اعتراض دادیم که ما رو چرا آوردین تو زندان ما و زندانی که حتی یه نفر سیاست میشنی، گفتن چیزی نیست، قرار از سازمانه حقوق بشری بازدید کننده بیاد رجای شهر میخوان ندونه که زندان سیاسی امنیتی اعدامی داریم، دوباره بره تو میگرد. که در تاریخ 7/2/91 6 تا از بچهای ما به اسم آقای هوشیار محمدی متولد 1368، محمد ظاهر بهمنی متولد 1368، بهرام احمدی متولد 1371، اسخر رحیم متولد 1365، کیوان زنده کریم متولد 1367، بهنام رحیم متولد 1360 که حافظ قرآن بوده و به خاطر عقیدهشون دستگیر شده بودن به اسم تجاوز به عنف و مواد در زندان قزل اسفار اعدام کردن. و بعد ما که الان حدود 4 نفر از ما موند که دست اعتراض دادیم که بابا ما رو چرا اینجا نگرن، گفتن دوباره براتون نگرن نجاشی. ولی الان نزدیک 7 ماه خوبه ما زندان قزل اسفار سر میبریم. که در تاریخ 3/11/91 اعتصاب غذا کردیم و حدود 1 ماه ما اعتصاب غذا بود، ما قول دادن که ما رو برگردون رجای شهر، ولی ما رو برنگردون. ما به شدت تحت شکنجه روح روحانی هستیم توی زندان، چون این زندان زندان مواده، به هیچ عنوان بهش توجه نمیشه، هیچ سازمان حقوق بشری روی این زندان نظارت نداره. توی این زندان هفته 15 نفر رو میبرن اعدام میکنن، هیچ اسمی از اینها نیست. تو این زندان غذا نمیتونن زندانی برای خودشون درست کنن، آشپزخونه نداره، غذای دولتی بهشون میدن، غذای دولتی هم که میدن انقدر کسی خورده نمیشه، یه بار شپش توش پیدا میشه، یه بار موش توش پیدا میشه، یه بار کفش توش پیدا میشه. برخورد سربازای این نظام طوری با زندانیا انگار با برده برخورد میکنه، اصلا با خیلی توهین‌آمیز با زندانیا اینجا برخورد میشه. و بعد از اینکه ما دست به اعتراض دادیم هنوز هم تو زندان به سر میبریم و هیچ کس به مشکل ما اصلا رسیدگی نمیکنه که ما چرا تو این زندانیم. اصلا زندانی دیگه تعجب میکنه که اومده که در بعد از این مدتی 2 تا دیگه از
من دون نفر دیگر پیش من آوردم اسمع سید عبدالهادی حسینی و آقای صدیق محمدی که این بنده خدا هم مشکل روانی داره، این بنده خدا هم مریضه. آقای سید عبدالهادی روزی 23 قرص میخوره، اصلا هیچ کرسی تو این زندان روزی 23 قرص نمیخوره. آقای صدیق محمدی روانی مشکل داره، این بنده خدا اینا رو ما آوردن اینجا پیش ما و حتی بعضی ما تو زندان اعتلاد انقدر تحت فشار روح روانی و شکنجه روح روانی بودیم، مریضی روانی بودیم مثل آقای جنگیر دقانی. و ما میخوا درخواست از کل برادران اهل سنت و حتی چند بار پرونده ما نقص شده ولی هنوز بهش رسیدگی نمیشه و تقاضا من از برادران اهل سنت في تمام نقاط الدنيا شورای عربي عربستان قطر دبي امارات تركيا و كل مسلمانان الدنيا از سازمان حقوق بشري از سازمان ملل از آقای احمد شهید میخواهیم که روی این پرونده ما زوم کنند. به چه دلیل جوانان اهل سنت رو میارن در خفا بدون اینکه کسی بفهمه اعدام میکنن به اسم مواد و تجارت عنف؟ در حالی ما هیچ گناهی نداریم، فقط جرم ما این بوده که مبلغ دین بودیم، با مسجد ارتباط داشتیم و اعتراض به این داشتیم که چرا آقای آخوند به جن دانشمند نماینده رهبری و امام جمعه کاشان و آقای آخوند بیباری و آقای ابراهیم حاتمی که از اومده لیسه شماره سیده میتونه به اهل سنت توهین کنه، میتونه اهل سنت و حرم زده بگه، میتونه هر حرفی به امام عمر و امام ما بزنه، هم میتونن این غلط رو بکنن ولی ما نمیتونیم اعتراض کنیم. ما اگه اعتراض کنیم مجرم میشیم، محاربه میشیم، حافظ قرآن محاربه میشه تو این حکومت. تقاضا من دارم به پرونده ما رسیدگی کنیم، از رسانه های آزاد خواهش من دارم بدون تعصب کار کنیم، از رادیو بی بی سی از صدای امریکا بدون تعصب شما اهل تشیع و اهل تسلل در نظر نگیرید، بدون تعصب رو این پرونده کار کنید. شما که خودتون میگید ما مدافع حقوق بشری، مگه ما تحت فشار نیستیم؟ مگه ما موریشکندی روح روانی نیستیم؟ مگه ما زندانی سیاسی مذهبی نیستیم؟ و از کل شبکه ها و رسانه های مذهبی اهل سنت و شبکه ها و رسانه های کردی که از ما دفاع کردن و رو پرونده ما کار کردن ممنونیم، تشکر میکنیم. چون ما طبق حدیث پیامبر من لم یشکر المخلوق لا یشکر الخالق، که هیچ شکرگزار مخلوق نباشه شکرگزار خالق نیست. شو تشکر میکنیم و درخواست داریم که زوم کنن و ادامه بدن و بیان ببینن به چه گناهی میخواد ما رو ادام کنن. به احتمال داره بعد از پخش این فیلم ما رو سربنیز کنن و بلا سرمون بیارن، هر کاری بکنن. درخواست داریم که روی پرونده ما زوم کنن، رو کار ما بیان نظارت داشته باشن. ای احمد شهید، ما اهل سنت به عنوان بیشترین اقلیت ایران بیشترین ظلم بهم میشیم ولی تو کل گزارش شما از اهل سنت اسمی نیست، از مذهبیه اهل سنت اسمی نیست. انتقاض من دارم که رسیدگی بشه. وصیتم توصیهم به برادران من به خانواده خودم، تقوای خدا بهترین راه نجات. من یک تقیه ها یک علاقه مخرجه تقوای خدا رو داشته باشید، صبر بگیر، صبر نماز بخونی، با نماز صبر گرفتن در مقابل تواقید افتادگی کنیم. ما نباید اگه ما رو گرفتن به اطلاعات بردن یک سیلی نخورده هر چی میخواییم بگیم و هر اطلاعاتی داریم بیرون، ما باید صبر داشته باشیم، توکل به خدا داشته باشیم، حسبنا الله و نعم الوکیل سیدنا ابراهیم و سرمشق خودمون قرار بدیم و با صبری کامل با اون مشکلاتی که برامون پیش میاد مقابله کنیم، با اون مشکلات مقابله کنیم. و تنها ما نیستیم، در رجای شهر حدود 150 نفر دیگر برادران ما وجود دارن که حدود 25 تا 30 نفر دیگر ارینا دوباره حکم اعدام گرفتن و پروندهشون به دیوان عالی رفته و حتی نزدیک 50 نفر دانشجوهای دانشگاه تبریز و ارومیه و بوکان و تهران و کرمانشاه دستگیر شدن و جرمشون فقط اینه، حدود 2 سال بلا تکلیف، جرمشون اینه که نماز جماعت برگزار کردن. و وقتی در 23/7/91 ما رو پیش معاون دستان خدا بخش بردن و اعتراض کردیم که چرا ما رو اینجوری مورد ظلم قرار میدین، مگه ما جرممون چیه بغیر سنی بودن و کرد بودنمون؟ گفت نه، شما حق ندارین تو ایران هیچ حرفی بزنین، این حکومت حکومت شیعیه، هر طور بخواد باشه این نمایندگان حکومت بودن، این برخوردشون با ما بود. ما حدود 20 تا نامه فرستادیم دفتر خود خامنه ای، به دفتر رئیس قوه قضاییه،
كوميسيون حفظ سازمانه تلع سازمانه تلعب يمنيه دي بقدر الرئيس جمهور آي أحمد نياد وآقاي الرحيم نعمد هذا يمكن بتشجون وما تزن هذا هنا دائما نعمد هذا بل هيتش قدوم رسيدي هنا شو ده بس بدوني هنا فقط بخاطر انك ما يك مسحبية أهل السنة الكردين داني ما يدعمش از بلا دان أهل السنة إلا نم درخواست دارم از مولوية زايدة از بندر حباز از سرق مناز ما مصعب أذربيجان غربين ما مصعب كردستان از أفرادي كي دنبال دنبال مثلا سازمان حقوق بشری سن نماینده اونها هستن از افرادی که میخوان ظلمی نشه تو ایران نگاه کنید به ما چطور ظلم میشه ما به چه جور داریم اعدام میشیم شش تا از ما رو به اسم مواد و تجاوز به انف اعدام کردن در حالی که حافظ قرآن بودن به محارب محکوم شدن تشکر میکنم از کل شبکه و رسانه ها که این صدای ما رو به تمام دنیا برسونن و کل زبان های زنده دنیا عربی انگلیسی زبان مادری ما کردی دوست داشتیم که کردی حرف بزنیم که راحت در بود برام ولی فارسی بود خلاصه می باشیم و از اون کسایی که از دفاع از ما دارن فعالیت میکنن تشکر میکنیم ممنونیم و میخوان که تلاششون رو ادامه بدن و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و استغفر الله العظیم و اتوب